توی جلسات قبلی توی پروسه ساخت انیمیشن و تبدیل ویدیو به ویدیو توی کانفیگ و استیبل دیفیوژن ما از مدل های VAE استفاده کردیم. VAE ها یا Variable Auto Encoder ها یه سری کدگذاری هستند که در واقع تصویر ما رو به یه بردارهای عددی تبدیل میکنن که میتونه سرعت کارمون رو بالا ببره، میتونه اون پروسه تولید عکسمون رو بهش خلاقیت ببخشه و نتایجش رو بهتر بکنه، شارپتر بکنه تصویرهایی که میسازیم رو، رنگ و لعابش رو بهتر بکنه. و میخواییم توی این جلسه در مورد VAE ها با همدیگه صحبت بکنیم. اگه میخواییم که کارهای درست حسابی و فوق‌العاده‌ای بتونید توی استیبل دیفیوژن انجام بدید، این جلسه رو نباید از دست بدید. خیلی خب بچه ها، اومدیم سراغ دسکتاپ. ببینید یک سری مدل ها اینجا هستند، خب مثل دریم شیپر که خیلی با هم دیگه کار کردیم، که وقتی وارد اینها میشید خب یه جستجوی بکنید میبینید که خب اینجا اصلا چیزی ریکامند نکرده. توی حالا قسمت این پایین هم که میری در مورد VAE صحبتی نکرد. چرا؟ چون VAE به صورت پیشفرض داخل ورژن 8 خب بیکت شده، یعنی وجود داره، یعنی نیازی به حالا لود کردن VAE نداره. شاید بیاییم ما VAE وارد بکنیم و نتیجه خوبم بگیریم. اما یه سری مدل ها هست، مثل مدل همین هلو یانگی که توی جلسه مربوط به تبدیل ویدیو به ویدیو و انیمیشن صحبت کردیم. وقتی وارد این مدل میشی، خودش اینجا پیشنهاد داده که پیشنهاد میکنم از VAE استفاده بکنی. حالا وارد توضیحاتش که میشی، خب سری قبلم تو جلسات قبل میتونم نشون دادم VAE که پیشنهاد داده اینجا هست که ما سرچش میکنیم توی CVTI میتونیم پیداش بکنیم و قبل و بعد VAE رو کاملا میتونیم درکش بکنیم که چقدر به کارمون میاد این VAE که اینجا پیشنهاد داده. هرچند که خودش هم اینجا یه VAE مخصوص خودش داره که ما میتونیم اینو دانلود بکنیم. وقتی ما اینا رو دانلود کردیم، توی کدوم فولدر میریزیم اینا رو؟ توی فولدر مودلز و VAE اینا رو در حقیقت سیوشون میکنیم. خب و حالا اگه بخواییم بدون VAE ها چی هستن و اطلاعات بیشتری هم بخواییم کسب بکنین، به خصوص بچه هایی که به جزئیات علاقه دارن، میتونن حالا یه سری سرچ بکنن. سایت میدیوم هم این توی این سرچه باید وجود داشته باشه که من یه مقاله ازش خوندم، اطلاعات خیلی خوبی رو به ما میده. حالا من چسبان سرچ کردم، ولی خب اینجا این مقاله هم مقاله خوبیه، به دردتون میخوره، حتما بخونیدش. اما اگه میخواییم بدونین، حالا یه اطلاعات کوچیکی داشته باشین ازش، این سایت میتونه بهتون کمک بکنه. VAE ها حالا مخفف Variational Auto Encoder هستن که مدل شبکه عصبیه که در حقیقت تصویر شما رو به فضای پنهان کوچیکتر، فضای پنهان و Latent Space دیگه ما یاد گرفتیم، تو جلسات قبلی در موردشون صحبت کردم. اینجا مزایا و معایبش رو صحبت کرده. حالا در مورد MSE و EMA خب Exponential Moving Average خب که باید اینجا نوشته باشه، یه سری اطلاعات به ما داده که دوتا نوع در حقیقت VAE داریم، MSE و EMA، که میتونید بخونید در موردش. حالا MSE یه مقدار سافت‌تره و EMA بیشتر مثلا تکست رو میتونه حالا بهبودش ببخشه نسبت به حالت اورجینال، که حالا ما با اینا کاری نداریم. در مورد تکست صحبت کردن اینجا در حقیقت بیراه رفتنه، چون تفاوتش یا مثلا بهبودش در حد 2-3% و ما در مورد تکست و اینا نمیخوایم صحبت بکنیم، بیشتر بر پایه جزئیات و رنگ و نور و جزئیات فیس و اینا میخوایم صحبت بکنیم. من میام توی استیبل دیفیوژن یک حالا پرامپتی اینجا میزنم. خب همونطور که میبینید VAE رو من میتونم از اینجا لودش بکنم، موقعی کارم میتونم از اینجا لودش بکنم. اما شما احتمال زیاد این باکس رو اینجا ندارید. چطور باید این باکس رو بیارین؟ وارد سیتینگ میشین، وارد قسمت یوزر اینترفیس و یوزر اینترفیس میشین. اینجا ببین شما این قسمت رو نداری، وارد اینجا میشی ST_VAE رو سرچ میکنی و اینو اضافهش میکنی، به همین سادگی اپلای و ریلود. بعد که ریلود کردی، این باکسی که نداشتی میاد اینجا اضافه میشه و مثلا این پرامپت رو که زدی میخوای جنریت بکنی، میتونی به این راحتی مثلا همین VAE MSE 840000 رو از اینجا انتخاب بکنی و لودش بکنی که روی کارت اثرشو بذاره. پس اینو حتما توی ذهنت داشته باش و با این اوصاف ما میخواییم که از این
در حقیقت پرامپتمون یه جنریت بگیریم. اما من میخوام که جنریت من خب شامل این وی ای ها باشه و ما تفاوتش رو بیاییم با همدیگه احساس بکنیم. چیکار میکنم؟ میرم روی پلات ها، توی پلات همین پلات ایکس خب وی ای رو واسهش انتخاب میکنم. اگه بیایم یه مقدار پایین تر اینجا میتونیم پیداش بکنیم. این سه تا وی ای رو من دارم و میتونم اینا رو لودش بکنم. هرچند که اینم بزنم خودش این چهار تا به اضافه نان رو لود میکنه که ما همون قبلش هم ببینیم دیگه بدون وی ای چجوری بود و با این سه تا چجوری خواهد شد. یه مقدار گرید مارجین هم اضافه میکنم، مثلا 6 تا 5 تا یه فاصله بینشون باشه که بهم کمک بکنه ببینم. خب اوکی، این تمامه و ما با همین اندازه و اینا دیگه حالت کاراس رو هم انتخاب میکنم و جنریت رو شروع میکنیم. چند دقیقه طول خواهد کشید توی کارت گرافیک 8 گیگابایتی من و ببینیم به که چه اتفاقی میفته. شروع میشه. خب منتها قبل از اینکه این تمام بشه، همونطور که میدید من اینجا در مورد یک مرد پرامپت زدم، خب که پرامپتش رو از اینجا برداشتم. به هر حال ببین، من در مورد یه سوژه انسانی صحبت کردم درسته، اما اومدم قبلتر در مورد یک صحنه دراماتیک بارونی نمیدونم مهدار و اینا صحبت کردم که تأثیرش رو اینجا میخوام با همدیگه ببینید. همونطور که میبینید وقتی وی ای استفاده نمی کنیم عکس من ماته و وقتی از وی ای 840000 استفاده میکنیم یه مقدار سافت میشه، ولی خب رنگ و لعابش بهتر میشه. من چیزی که تجربه کردم در مورد وی ای، انقدر این تغییرات میتونه جزئی و کوچیک باشه که چشم ما نمیتونه اینا رو تشخیص بده. لذا آوردم این 4 تا حالت رو، حالت نان، حالت این MSE 840000، کلر وی ای و F8 انیمر رو روی هم دیگه به عنوان لایه فتوشاپ قرار دادم. حالا اینجا اگه بیایم با هم دیگه چک بکنیم، بیام اینجا ببین توی فتوشاپ این حالت 840000ه. ببینی؟ پس تفاوت رو ایجاد میکنه. بیام یه مقدار اینجا زوم بکنیم. ببین خیلی تفاوت هست توی رنگ و لعابش، توی جزئیاتش و کنتراست خوبی به نظرم به عکس میده. خب حالت کلر وی ای رو هم با هم دیگه چک بکنیم. همون که میبینید خیلی جالب این بارون خیلی بولد میشه اینجا و بافت این ساختمون ها فوق‌العاده است و این پنجره، اون پرده‌ای که تقریبا الان اینجا داریم میبینیم خیلی جذاب‌تر میکنه این جزئیات ریزی که داره به کار اضافه میشه. هرچند که خب ابعاد جنریت من هم کوچیک، اگر آپ اسکیل بشه خب قطعا این وی ای میاد یه خیلی آپشن خوبی روی عکسمون حساب میشه. خب و در نهایت این F8 انیمه وی ای که خودش پیشنهاد داده بود توی توضیحات، میبینیم که فوق‌العاده اثر میذاره. اینجا رو تماشا بکنید، توی رنگ ها، جزئیات و توی همه چی اثر خودش رو میذاره. پس گفتم تا این جنریت میشه تأثیرش رو توی یک فضای خارجی با هم دیگه ببینیم و یک فضای در حقیقت سوژه‌ای که حالا انسانی هست رو هم با هم دیگه اینجا پرامپت زدیم و میخوایم این رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا من چجوری این پرامپت رو زدم؟ خیلی راحت. ببین اومدم رفتم توی PNG info، خب این عکسی که از CVT های ذخیره کردم و اینجا لودش میکنم، ببین کلیک میکنم لودش میکنم و اینجا همه چیز رو واسه من در میاره و من اینو send to text to image میکنم. به همین راحتی مثل این عکس میاد اینجا قرار میگیره. اینو گفتم که بدونید واسه تمرین کردن و اینا چیز خوبیه که من رفتم سراغ این تب خرابکاری کردم بچه ها. چرا؟ چون یه دونه CMD باز کردم، دوتا نیست. خب مسئله نیست، من دوباره میزنم که جنریت رو شروع بکنه که خودش شروع کرد. یه بار من بچه ها اسکیپش میکنم و دوباره میزنم و نتیجه رو باتون به اشتراک میذارم. خب بچه من یه بار دیگه میرسم اینجا، خب برمیگردم اینجا بعد از اینکه اسکیپ کردیم و دوباره جنریت رو کلیک میکنم و منتظر ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب شروع میشه، یه حدودا یه 7-8 دقیقه باید منتظر بشیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. خیلی خب دوستان، تمام شد. بریم با هم دیگه نتیجه رو بررسی بکنیم. اینجا واقعا دیدنش سخت. خب من پلات کردم که شما داشته باشیدش، ولی خب مشخصه دیگه رنگ ها، مثلا این رنگش خیلی بهتر از این یکیه، حتی بهتر از اینه و این تقریبا
میتونم بگم که نرمال تر از همشون. خب بریم یه بررسی انجام بدیم با تصاویری که به دستمون رسیده. خب چارت آخر باید بشه دیگه. بله من اینو بازش میکنم توی فتوشاپ و اون ستای بعدی رو هم میندازم روش که توی فتوشاپ باز بشه و شما داری تغییرات رو میبینیم. خب 84000 چی بود اسمش؟ EMA بود دیگه، نه MSA بود مدلش. خب ببین چه تغییراتی رو برای ما لحاظ میکنه. همون که ببینید توی نوشته ها هیچ تغییری نداره. خب توی نوشته هایی که ریزترن دورترن مقدارشون زیاده شد 1-2% بهترش بکنه، ولی خب تغییری ما احساس نمی کنیم اینجا. خب میایم یه بررسی عمیق‌تر انجام میدیم، ببینیم که حالت چشم خب توی VAE بهتر هم میشه، رنگ ها بهتر میشن و جزئیات هم جزئیات بهتری میشه، همونطور که اینجا رو دارید میبینید. خب بریم توی این یکی که مربوط به کلر وی ای هست که خودش برای دانلود قرار داده مدل هلو یانگ، خب توی صفحه خودش، و همونطور که میبینید رنگ ها به اون صورت تغییری نمی کنن. یه مقدار به نظر من این قسمت روی شونه رو با هم دیگه بررسی بکنیم، این قسمت رو خب وقتی روشنش میکنم حتی به نظرم اون نوری که هست رو هم از بین میبره و خیلی خوب نیست. خب اما توی همچین جایی که لبه ها رو بهبود داده و جزئیات رو میتونه اینجا اضافه بکنه و در نهایت F8 انیمه که خیلی خیلی جذاب تره، هم توی موها هم توی کلیت تصویر. نتیجه شما داریم میبینیم، شما اینجا حرف N رو تماشا بکنید و خیلی بولتر میکنه همه چی رو، خیلی برجسته ترش میکنه. و امیدوارم که خلاصه از این آموزش لذت برده باشید، VAE رو دونستید که چی هست. من یه سری لینک بهتون دادم که توی دیسکریپشن ویدیو هم میذارم واسه تون که میتونید در حقیقت استفاده بکنید، و این VAE هایی هم که استفاده شده رو هم لینکشون رو توی دیسکریپشن ویدیو میذارم توی همین یوتیوب که میتونید برید دانلود بکنید و توی کارهاتون استفاده بکنید. هرچند که نقطه قوت شما به عنوان فردی که داره با هوش مصنوعی کار میکنه اینه که هر مدلی رو داری دانلود میکنی صفحهشو کامل مطالعه بکنی، چیزی که پیشنهاد داده، استپی که پیشنهاد داده، همه اینها میتونه مفید باشه. دوستان امیدوارم که مفید بوده باشه واسهتون. همونطور که گفتم برخی از مدل‌ها نیاز به VAE ها ندارن، یعنی برخی از پروسه‌های کاری ما اصلا نیاز به VAE نخواهند داشت و توی برخی ها باید حتما استفاده بکنیم تا بتونیم رنگ‌های جذاب و عکسای با جزئیات تر بگیریم. پیشنهاد میکنم در کنار این ویدیویی که دیدید جلسه مربوط به امبدینگ و جلسه مربوط به لورا رو ببینید تا بتونید عکسای با جزئیات بالا بسازید و بتونید خلاق‌تر باشید.